ما تازه رسیدیم شیراز و بندر حالا فرودگاه شد و دیر رسیده بودیم نمیتونستیم خداحافظیمون از بندر بگیریم ولی رسیدیم شیراز بریم سراغ امیرعلی دیگه. الان خواهر سلام چطوری؟ شکرم بچه ها معرفی کنم محمد حسین محمد امیرعلی عرفان سعید خیلی خوش اومدید شکرم بریم خب امروز اومدیم تخت جمشید واسه اولین تصویر برداریمون و من خودم اولین بار که اومدم شیراز دیگه خیلی دوست داشتم تخت جمشید رو ببینم بریم با هم ببینیم بارفتی بای بای غرور ایرانه دیگه بریم تخت جمشید رو ببینیم ما الان اومدیم توی تخت جمشید چیدو آرام گاد پلاس جار اینجاست همون جلی فارس هست اسم من گفت دار دندار چه دار دست در اینجاست حافظ سعدی و قیمت نیست باز کوروش و مشهور عبرت غرور هر آریایی با تصویر زک نیش کشیدیم افار ست جون لرد کل که قشقا خفصه همه رسیدیم به نوسان ضربات و عدد کلمات غیرت هزارات عوض میدیم ماها تئوریک عملی پرسیدیم ما پای تفه هنگ اقلیمی الان تخت جمشید بودیم و واقعا یه چیز عجیب غریب و باحالیه من اولین باری که نزدیک اینجا رو دیدم و اصلا خیلی جبش باحاله خب الان اومدیم نقش رستم امیدوارم که اینجا از تخت جمشید راحت‌تر بتونیم کارمون رو برسیم و بریم سراغ نقش رستم
ما رو پیدا کنم یه فرنگ تمدون ما رو امضا کن بگو ای ولی بابا همه آوانگارد باسا گاد تخت جمشید و آرام گاد والاس جر اینجا همون جوری فارس هست اسمن گفت دار پندار کردار ازدد اونجاست خواف سری و قیمت نیست باز کور و جمعه کور عبرت غروره هر آریایی رو با تصویر زکس پیش کشیدیم افار ست جون لرد ترکه قشقا خمسه همه کشیدیم به نوسان ضربات و بعدت کلمات و غیرت هزارات بز میدیم ماها تاریک عملی پرسیدیم ما پای تفهنگ ادلیم ترشی ها اون چیزایی که خب الان اومدیم غذای محلی شیراز رو بزنیم و این کلم پلوه، این قنبر پلوه، اینم دمیه گوجه و گوشت، اینا که سالاد شیرازی و حالا اون محلی نیستش. من میخوام یه قاشق کلم پلو اول برم این چیه رو باید بزنم روش؟ کلم پلو با حاله من یه قاشق قنبرم بزنم کدومش باید بگم؟ شو رنگاش فرق کنه. خب ما شیراز کارمون تموم شده، داریم میریم سمت بوشهر. قبلش اومدیم یه سر غار شاپور توی کازرون بی شاپور فکر کنم و یه مسیر خیلی طول و درازیه که باید با پیاده بریم دیگه، هیچ راهی نداریم. همین الان نزدیک 1000 متر خوردیش اومدیم، یه 2000 متر دیگه شاید باشه بریم. اولش بود داشت با رسیم تموم شد من مردم. خب بالاخره بعد از یه پیاده روی خیلی عجیب غریب رسیدیم به غار شاپور و واقعا جای خیلی خفنیه. نور نهری متاسفانه بهتون نشون بدیم ولی یه چیز خیلی عظیم و عجیب غریبیه. بریم ببینیم چه خبره دیگه. دیشب رسیدیم بوشه، الان هم صبح زوده، اومدیم بوشه پیش حسین قدیمی که بریم تصویرهای حسین رو بگیریم و بهتر کنیم دیگه. دل به دریا بستم از جنوم دنیا، دل به دریا بستم از جنوم دنیا، شونه مای بندر چشمه محبت، شونه مای بندر چشمه محبت، خاطره تو میبونه تو دیار غربت، خاطره تو میبونه تو دیار غربت. ایران تنگستان ریسلی دلواری و لیان و نخلستان اونم و نوای فایز و دشتی رد پای دیرت نرجش و گشتی دیده دلم خشت زیرم سرم تش میده سکو چسی دیگم چسی داره پخش میشه چشو وای خم نبرد اسید صبح بردم و قسم خانو بل بکو بیتم زیرم مرده خود همون حسین قدیمی والا Thank you.
عکس هم نرم از دست افتاده ایران تنگستان ای سری دل باری و لیان و نخلستان اونم و نفای فایز و گشتی رد پای دیرت نرجاش و گشتی دیده دل و کشتی رفزر و تخمیده سه کچه سید میگم چه سید داره پخش میشه چه شمایی خام نبود از این صبح بردم و بسم خانو گلی با کپیتم سیر و مورد خوب اینا دست من یکی بگیره وای ما الان اومدیم توی بافت قدیم شهر بوشهر و خیلی اصلا بافت عجیب غریب و جالبه، یعنی من خودم به شخصه واقعا هیچ جایی اینجوری ندیده بودم. اصلا یه عادتی شبیه شهرک سینما تور کل به این منظره. بریم ببینیم بافت قدیم واقعا خب ما صبح از بوشهر حرکت کردیم به سمت کوکیلو و بوی رحمت، الان هم رسیدیم تقریبا دهدشت، داریم میریم پیش کوکل، بریم که ببینیمش دیگه. معرفی میکنم کوکل، بچه ها کوکل. خب الان اومدیم بلاد شاپور توی استان کوکلیو و بایر احمد، شهرستان دهدشت، یه جای تاریخی و اصلا یه شهر قشنگ واسه خودش، یعنی یکی دوتا ساختمون نیست، یه شهر تاریخی عجیب غریب. و ولی ما اومدیم اینجا اولین تصویرمونو بگیریم امروز از کوکیل و بریم بتر کنیم دیگه. لباس محلی هاشون هم خیلی خوشگله. آره همه دیگه. یا اون گنبده دور و برش یا این این بالتره نیست. اینم خفنه. تو باید شروع کردنه. این هی پلا میگه یه اولی یه دونه بعدش شده. یا این که سر همون به این چی می‌کردی؟ اینجوری قدم معلوم همشون معلومه. نشونهای ما باشه برای آره معلومه. اصلا همشون رو هم مثل هم می‌زنن. آفرین. عالیه. اگه همه رو که شبیه هم بزنیم اصلا خوبه. آره. کلاً به اوکی میشه. سلام جو. موام خیلی بده نه. مثلا بنداز رو دوشت. آها. ببین اینجوری میره رو دوشت رفتری بندش بلندتر نمیشه عصب ریتو میسومم پلم بودیم هم جبوشو این پا به نهی من و مام قوم گیل و دیلم مدیل دامان جایی که هیچ وقت نسه زانو بگیل شاخان و میگور زنگلو یکی اخشانه ایم مثل رستم بنو و مو بید راه زنن رفت نیتر بگید رو مخان کل قصد و میم سی سلح دوزی شخ به دودیم بی بی برد برنم بو ببو میاشو بکش سوار لیپاپ کلمه نه تیری که نیا سود بگید کوتر زه کوتر دکنو بسی بسی کنتر دکنو درو نکه چله تو کنسر دکنام درو دهم وسط تو کنسر دکنو جلده اش تو گره پسی خروندش داد زنگل المازنده یه هدف چی سلحه برابری فرق نیزی بهتره بویا دوست اطلاع
شنگره بیا خطه یه چند بو بو دوتا مربعی ها آنچه زرد ببینی دوتا مربعی زرد ببینیش نه ساسا نه آه بده معلومه و دیاله ریش بو کرد کسی میزنش خمه تیگه دوتایی چه روبرومونم بو آه این دوتایی چه معلومه نه این چه زیبه این دوتا کنار همه این روبروی خمونه از او بر باقی سیده سایه دوتا روبرومون بیا او تقل بذار تا دوتی سرت کنه خب تیراندازیمون هم تموم شد، تصویرامون هم که گرفتیم توی روستای، حالا متاسفانه چیز خاصی به دردمون نخورد که این سرچه بخوایم بگیم واسه خود ویدیو، ولی خیلی خوش گذشت. کوکلی و گوهر احمد هم واقعا خیلی جای سرسبز و باحالی بوده و بریم واسه خوزستان دیگه. شب رسیدیم خوزستان و حالا متاسفانه سوهل چون خواهی ساکن ایرانی سی ترکیه زندگی میکنه، یکی از دوستاش که این جایه رو هماهنگ کرده داره بیم سمت چهارزمیل نزدیکشیم و اونجا هم قراره نیمون بزنه و ما هم یه سری تصویر اینسرتی بگیریم که لابلای برس سوهل استفاده کنیم. حالا خود تصویر های سوهل رو ایشالله وقتی از این ترکیه هم ما همین الان از چهار زنبیل اومدیم، متاسفانه اصلا اجازه نمیدادن نه ورود پیدا کنیم، حالا ما از دور یه چیزایی گرفتیم ولی نگهبانا اومدن و کلی دردسر شدش و و و هزار تا داستان دیگه. واقعا هم حیفه، یه همچین بنای خیلی خفن و عجیبی اصلا تو مسیرش، دو تا تابلو هم نیستش، یه مسیر خیلی عجب غریبی که داشتیم میرفتیم. حالا بگذاریم بریم سمت شوشتر، ایشالا که اونجا میتونیم چیز خوب بگیریم. اونجا هم راه ندادن، حالا به سر کرونا و اینجور چیزا فکر کنم بسته بود و فردا هم داریم میریم سمت پیل بختیاری که تصویرهای ماهان رو بگیریم و بریم که ببینیم چی میشه.
سلام. آرزی بابا دی نبیدی ببینی نو جور شیر رپ کنه. توش مال نواد نوستو که نبید و ندونه کی بیده رپ کنه. زاگرس و البرز منزل و مدونی ایرانمونه که دلمونه. جنگل دونیم و برنوشونیم و قطاری کدمه کده بره. سیکتون اونی که این پشتمه سی غیرت وجدان سی پشتمه. ما خیلی داریم بلی گل گل ساز کنه سرزمین اینه باشد و هم پاس کنه. ما ردیم به جنگل دفاع که به چنگ دوری بادر تکسی از ما وطن بابر تنکل بزه گاله بزه هم درکا به دختری عاشقتم. ما زندانی اونجا از پره پره ولی آقا سوار نمیشه سوار نمیشه سوار نمیشه یه یکی سوار حالا دستان خان خانم گرد خب آقا تموم شد بیم لوکیشن بعدی هم بگیریم دیگه یکیم دینه بطن بگیم مرمی خب مرمی این اسمش چی بود؟ نمه چیکار میکرد؟ برای بارونه برای بارون همه سر اونجایی که بارانی باشه میگیری دیگه خیز نمیشه مال گوسفند میدی پیش گوسفند شما هم میخوام اینطوری میخوام نه شما هم اینجوری سس بجا این امکان داره که یک و برق سرده ها مامر اصلا برف و بارو اینا بشتیم با حالا مانده سنگ بده زیر سر سر من سر من سر من سر من یعنی میگی اینطوری میخوابی نگاه آقا اینطوری اینو زیزای اینطوری میخوابی دیگه همین یاد دیگه بالش شبیه سنگ یه بالش نگاه کن دیگه نیازی نیست که یا خود آب بعد اون لالگیه آقا مارا سرما یه ما اون نیده اصلا سرما هیچ اینا چرا آقا بشه اینا چرا آقا بشه اینا چرا والی والی خب الان اومدیم سر لوکیشن دوم ماهان و بختیاری ها مثل اینکه وقتی جوونشون فوت میکنه یه سری مجسمه شیری درست میکنن روی قبرهاشون میذارن و الان ما اومدیم توی یه قبرستونی که این شیرها خیلی قدیمی با قدمت خیلی زیاد توش پر و یه جورای مال ایل بختیاری دیگه بریم که ورث ماهانو بگیریم بابادی نبیدی ببینی نو جور شیر رپ کنه توش مال نواد نوستو که نبید و ندونه کی بیده رپ کنه زاگرس و البرز منزل و مدونی ایرانمونه که دلمونه جنگل دونیم و برنوشونیم و قطاری کدمه کده بره سیکتون اونی که این پشتمه سی غیرت وجدان سی پشتمه ما خیلی داریم بلی گل گل ساز کنه سرزمین اینه باشد و هم پاس کنه ما ردیم به جنگل دفاع که به چنگ دوری بادر تکسی از ما وطن بابر تنکل بزه گاله بزه هم درکا به دختری عاشقتم ضبط امروزمون هم تموم شد. آها الان بگم. آخرین استان بوده. ضبط امروزم تموم شد. آخرین استان آره آخرین استان بود برای پارت 1. داریم برمیگردیم به سمت تهران که از اون ور بریم شمالو. فعلا دیگه الان فکر کنم فرودگاه رو دوباره میریم. آره اوکی. فعلا. خب امیدوارم که از دیدن این قسمتم لذت برده باشید و حتما کانال یوتیوب خودم که آدرسش رو اینجا میذارم رو دنبال کنید و طبق روال قسمت قبل اسپانسر این برنامه جاجیگا میخواد به یک نفر از شما و همراهانتون برای دو شب اقامت حالا یا توی استان فارس یا استان بوشهر یا کوکیلوی بویر احمد یا چهارمحال بختیاری و یا خوزستان به انتخاب خودتون توی هر کدوم از شهرهای این استانها که خواستین که توی این قسمت با هم دیدیم دو شب اقامت رایگان هدیه بده. تنها کاری هم که باید بکنین اینه که برین زیر تیزر مربوط به همین قسمت روی صفحه اینستاگرام جاجیگا که آدرسش رو اینجا میذارم سه تا از دوستاتون رو توی کامنت منشن کنین تا توی قرعه کشی شرکت کنین. تا قسمت بعد فعلا.